بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. بیاین با سعدی افشار و گروه سیاه بازیش و همینطور شادی خانم سفری کنیم از تهران تا صحنه های پاریس. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. از دوره قاجار که پای رفت آمد به فرنگ باز شد و به تدریج فرنگی ها با آداب و فرهنگ و هنر ایران زمین آشنا شدند، تا همین دوران معاصر که به مدد مهاجرت گسترده ایرانیان به اروپا این ارتباط گسترده تر شده، همیشه هنر ایران گنجینه‌ای در حال کشف برای اروپاییان بوده و مورد توجه اونها. از جمله هنرهای مرتجه اروپایی ها در سالهای اخیر نمایش رو به زوال سیاه بازی ایرانی بوده که به مدد یک فیلم مستند درباره سعدی افشار فقید و همراهانش به علاقمندان هنر تئاتر در جهان معرفی شد. فیلم شادی که این هفته میبینیم درباره همین موضوع و ساخته مریم خاکیپور هست. خانم خاکیپور تحصیل کرده دانشکده هنرهای دراماتیک تهران در پیش از انقلاب و از سال 1982 در پاریس زندگی میکنه. عرصه فعالیتش بیشتر در زمینه تئاتر و کارگردانی هست. مستندهای رادیویی هم ساخته و در زمینه فیلمسازی دو فیلم مستند داره در کارنامه‌اش به نام‌های سیاه‌بازی و شادی. سیاه‌بازی یا مطربان شادی رو پیش از این در برنامه آپارات دیده بودیم. بنویم میشه اون فیلم رو قسمت اول همین فیلم شادی که در همین برنامه میبینیم دونست. خانم خاکیپور وقتی فیلم اولش در فرانسه به نمایش در میاد، یکی از تماشاگران بهش پیشنهاد میکنه که فیلم رو برای آریان موشکین از چهره‌های به نام تئاتر فرانسه بفرسته و حاصل کار این میشه که گروه سیاه‌بازی سعدی افشار و همکارانش به مدت یک ماه به پاریس دعوت میشن و بعد از اون هم حدود دو سال در سالن‌های معتبر شناخته شده اروپایی نمایش سیاه‌بازی ایرانی رو اجرا میکنن. فیلم شادی حاصل سفر این گروه به پاریس و نگاهی داره به اون چه که در این سفر برای گروه بازیگران اتفاق میفته. خانم خاکیپور با هر دو فیلمش برنده جوایز متعددی از جشنواره‌های مختلف مستند در دنیا شده و به ما کمک کنند در یافتن اطلاعات بیشتر و درک بهتر فیلم. شبنم طلویی مستندساز و بازیگر سینما و تئاتر، فرید اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینما هر دو از پاریس و دیدار رزاقی بازیگر و مربی تئاتر از لندن ما هستن. خیلی خوش اومدید هر سه شما به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق شما و انتون بیرندگان فیلم رو ببینیم، بعد درباره اش صحبت میکنیم. شادی رو ببینیم. وقتی بزرگتر هستم تو نباید پوزی میکنی حرف من بابا تکنی. من بزرگترم اندازه نمیفهمم این دلیل شما شما خوبم میفهمی این بیشعور نباید بکنی سواد داره جوانه تکیش باده بابا حرف حق چرا تلخه اتفاقا میدونی خوبی که روگو هستی بعدش هم تا کسی میخواد چیز کنه فاطمه حری سب کنین سب کنین بله نقرا ببین ابن نادر سب کنین سب کنین بزن دو نفر حرف بزنن دوزارم گیر کسی دیگه بیا شاید آقای عظیمی میخواد توی این سطح بمونه ولی من دلم نمیخواد تو این سطح بمونم. من دوستم پیشرفت کنم. من دوستم مثلا کارگردانی کنم. من دوستم نویسندگی کنم. من دوستم برم بالا. شاید یکی بخواد تو این سطح بمونه. این فکر خوابیدم اینجا موندی. قبلا هم به این مقصد خطور کرده بود. من ندیده بودم. از وقتی که اومدی اینجا رو دیدی. آره. محیط اینجا رو، وضعیت اینجا رو، موقعیت اینجا رو دیدی. من حتی مثل اون دخترایی هم نبودم که مثلا فکر این باشم که بخوام برم خورش اصلا تو رویاهام نبود من از در و دیوار اینجا بدم میاد از اینکه اینجا زندگی میکنم بدم میاد یعنی با همه این عظمت من اینو قبول ندارم شما اینجوری فکر کنید و میشه اینجوری فکر کرد که من باید آدم دیوانه و احمقی باشم چیز ندیده را آزمایش نشده را آزمایش دونسته بدونم ولی چون میدونم کار چیه قبول ندارم من کار خودم رو قبول دارم با تفکرات غلط و اندیشه های غلط خود موسیقی
ارشادی رو دیدیم، مستندی از مریم خاکیپور، مستندساز ساکن فرانسه، روایتی از یک سفر که در اون فیلمساز با تمرکز بر یکی از شخصیت‌هاش به طرح مسائل مشکلات مرتبط با نابرابری موجود بین زنان و مردان در جامعه ایرانی می‌پردازه و در این حال هم تصویر میده از مناسبات پشت صحنه نمایش و دیدگاه‌های سنتی در جامعه ایرانی. اما بذارید ببینیم که میهمانان و صاحب نظران دعوت شده به برنامه چی فکر میکنن درباره این فیلم. شبنم طلویی، مستندساز و بازیگر سینما و تئاتر، فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما، هر دو از پاریس، و دیدار رزاقی، بازیگر تئاتر و سینما و مربی تئاتر از لندن با ما هستن. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای حضور در این برنامه. خب گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای اسماعیل پور. فیلم موضوعش چی هست؟ شادی یک تجربه جذاب میتونه باشه از تقابل دو تا فرهنگ متفاوت به بهانه تئاتر نمایش. اما اینکه چگونه مستندی است، من فکر میکنم که شادی به عنوان مستند سه تا خاصگاه داره. اول اینکه فیلمی هست درباره یک واقعه، قراره یک رویداد یا یک واقعه رو به نگارش در بیاره. دوم این که این فیلم فیلمی هست درباره یک سفر، پس میتونه یک سفرنامه تصویری باشه، گزارشی از سفر باشه. و سوم این که شادی فیلمیه که در پس فیلم دیگر از همین فیلمساز و درباره همین موضوع ساخته میشه. این سه تا خاصگاه اصلی فیلم هستن که به نظر من سه تا خاصگاه خیلی مهم هستن و در کنارش یه نگاه خیلی ظریفی هم فیلمساز البته داشته به روابط قدرت و روابط تولید توی تئاتر سنتی ما و نقش زن، که فکر می‌کنم خیلی این میتونه جالب باشه. به طور کلی برای شروع فکر می‌کنم اشاره مختصری به اینکه ما با چه متن و چه مستندی مواجهیم. به عبارت دیگه شما به چند تا موضوع متمایز از هم دیگه هم اشاره کردید. این ما رو در واقع سوق میده به این سمت ببینیم که فیلم وحدت موضوع داره، آیا روی چیزی متمرکز هست. ببینید این ریسکی هست که فیلمساز برداشته. من فکر می‌کنم شاید کمی در مواردی از فیلم دچار پراکندگی میشه به این معنا عرض می‌کنم دقیق‌تر، که اینکه دقیقاً متوجه نیستیم که با چه فیلم مواجهیم. آیا این اون گزارش سفره؟ آیا منتظر یک واقعه رویدادیم که اون اجرای نمایش در پاریسه؟ یا فیلمی هست درباره حقوق زنان؟ به نظر من اون انتخاب نهاییشو به طور قطعی انجام نداده فیلمساز، کما اینکه سعی کرده با شخصیت پردازی رو شادی یا اعضای دیگه گروه نمایش این عمل رو انجام بده. ولی به نظر من نهایتاً اون انتخاب قطعی رو نمی کنه. شاید کمی ما رو سردرگم میذاره این عدم انتخاب فیلمساز. خانم طولی شما چطور فکر میکنید این فیلم چطور فیلمی از نظر شما؟ با نظر ایشون موافقم و اگه بخوام در واقع حالا مثال مشخص بزنم، فیلم برای من غیر از این در واقع چند موازی پیش رفتن مسائل که بالاخره ما نمیفهمیم کدوم تمرکز فیلمساز هست، برای من دو پاره است به لحاظ ساختار. پاره‌ای که داره در ایران میگذره که من اونجا با اینکه اصلا فیلمساز رو ما نمیبینیم تصویرش رو، به نظرم حضور قطعی و مشخص داره، برای اینکه تمام صحبت‌هایی که داره از دهان بازیگر زن و بقیه عوامل میاد برای من حالت چیدمان فیلمساز رو داره، انگار خواسته او هست که بیان و یک متاسفانه گاهی به شکل شعارگونه در مورد وضعیت زن، در مورد اجازه پاسپورت، همه اینا واقعیت‌های جامعه است، ولی به شکل شعارگونه بیان اینا رو کسایی که دارن فیلم برداری میشن اون گروه بیان راجبش صحبت بکنن. و حالا حتی اون حضور مثلا سورئالیستی چمدون روی موتور که اینام بامزه است توی فیلم و جذابه، ولی باز حضور کارگردان و میزانسینی که داده چیدمانش داره دیده میشه. در پاره دوم که مواجهه واقعی این گروه با فرانسه و بیشتر شاید باید گفت با همون گروه تئاتر سولی و خانم عقیان مشکین هست، اونجا به نظر من فیلم یه مسیر دیگه پیدا میکنه که برای من واقعی تره، درست تره و هم ارزش سینمایی داره هم ارزش اجتماعی بالایی. بدین اینکه همون اتفاقایی که همون لحظه مقابل دوربین افتاده ثبت شده و حتی حضور خود خانم خاکیپور ما اونجا میبینیم، حضور فیلمساز، ولی حضور فیلمسازم با چیدمان قبلی نیست، یه حضوری است که در یه تعاملیه و پر از غافلگیریه برای همه و این باعث میشه که اصلا ما به یه چیزی فراتر از اون اتفاقی که داره تو اون فضا میفته، حالا به تعبیر من ما داریم تا
توی یه گوشه ای از جنگلی، حالا بعد اگه اجازه بدین توضیح بدم که اصلا اون تئاتر کجاست، ما داریم اونجا در فرانسه در پاریس ما داریم جامعه ایران رو میبینیم و این خب این بخشی از فیلمه که برای من به طرز یعنی شگفت‌انگیزی آگاهانه یا ناگهانه فیلمساز در واقع به این دسترسی پیدا کرد. خیلی خوب هم تصویر شده. خانم رزاقی شما چطور فکر میکنید؟ برای شما فیلم چطور بود؟ من 100% با نظرات دوتا دوستان عزیز موافق هستم، ضمن اینکه وقتی شما یه مقایسه کوچکی با فیلم قبلی همین فیلم ساز میکنین میبینین که اونجا خیلی روایت بسیار زیبایی داره، خیلی قشنگ سمت و سو پیدا میکنه به مسائل احساسی و در آخرش با خیلی احساس قشنگی تموم میشه. توی این فیلم این رد پای قبلی رو اگر بخوایم تصور کنیم که این پاره دوم اون فیلم هست، خیلی کم رنگ‌تر می‌بینیم. به خاطر یکی همین حضور قوی فیلمساز که در لحظه به لحظه فیلم حس می‌کنین که حضور داره، مسائلی رو که بهش اشاره می‌کنه و تبادل نظرهای این بازیگرا که اصولاً خودشون هم تابع شخصیت و به اصطلاح منش‌های فکری کشورشون شدن، حالا با هر چیزی با شک و تردید نگاه می‌کنن، حتی زمانی که خانم آریان مشکین میاد و نظر خودش رو با این بنها اعلام می‌کنه، اینا فکر می‌کنن شاید اون میخواد به نوعی از درون این تئاتر یک چیز دیگه ای بیرون بکشه. خب این قشنگ روانشناسی جامعه ما رو نشون میده، ضمن اینکه من تصویر آخر فیلم رو هم خیلی دوست داشتم وقتی که اینا سه تا سوار بر سه تا اسباب بازی بودن و مثل اسب آرزوهاشون در یک جا راکت مونده بودن و در واقع یک آینده ای رو تصور میکرد که این همین هم یک بازیچه است، همین هم یک رویاییه که اسب بالدار نیست. خب اینجا اشاره شد به نقش فیلمساز آقای اسماعیل پور و اینکه فیلمساز دخالت داشته، حالا دخالتی هرچند غیر مستقیم، و این منجر به اثراتی شده. فیلمساز جایگاهش چیه توی این فیلم؟ از چه زاویه‌ای در واقع پرداخته به موضوعش؟ ببینید من یک نکته کوچیکی رو لازم هست بگم. وقتی ما میگیم دخالت فیلمساز، به طور عمومی وقتی فیلمساز داره یک فیلمی رو میسازه و دوربینش میذاره، خب دخالت کرده. اینجا منظور ما بیشتر دخالت مستقیم و مشهوده که عمدن در پروسه فیلم انجام میگیره. در فیلم شادی فیلمساز به طور واضح و مشهود و مستقیم مداخله‌گر، دخالت میکنه در فیلمش، و چه در اون زمان بخشی که در ایران هست و چه در بخشی که در فرانسه هست. من با شما موافقم، اتفاقا بخش فرانسه مشهودتره و شاید بیشتر به چشم میاد. و این نکته که اینجا هست، توی بخش فرانسه رو ایشون معتقدن که فیلمساز دخالتش به چشم نمیاد، میگن با اینکه حضورشون در بخش دوم هست، چون ایشون مجبورن باید نقش واسطه رو بین عرض میکردم کاملا، ولی اونجا به نظر من حضورشون پذیرفته تر و کمرنگ تره تا اون بخشایی که نیستن ولی عقایدشون رو گذاشتن تو دهن بقیه. متوجهم، ولی من منظورم مداخله بود که مشهود و فیزیکی لمسش میکنه، میبینیم و حضورش رو درک میکنیم جلوی دوربین. ببینید من فکر میکنم یه مقداری از این مداخله گری در بخش دوم در فرانسه از همون کارگزاری فیلمساز میاد، یعنی فیلمساز دیگه صرفاً به عنوان یک فیلمساز مداخله نمیکنه در روند فیلم. اگر داره مداخله میکنه به خاطر کارگزاری هست که این میهمان ها رو آورده فرانسه، در واقع نقش خودش رو داره ایفا میکنه. عرضم این هست که این مداخله گری کارگردان نیست، بیشتر مداخله گری کارگزار یا مدیر فرهنگیه. دقیقاً. و این فرق اون تداخلی که ما میگیم در فیلم مستند فیلمساز انجام میده با این تداخل یه فرقی بینش هست، این چیزی که حداقل مد نظر من یعنی هست. زمینه چینی در واقع نشده تو اون قسمت، با واقعیتی روبرو میشن که در لحظه داره اتفاق میفته. به این دلیل که خود فیلمساز کارگزاره، او هم در جریان این پروسه دعوت این آرتیست ها به فرانسه هست، خب مجبور میشه دخالت کنه و وارد بشه. ولی اگر کارگزار کسی دیگه بود، فیلمساز فقط فیلمو میگرفت. پس این دخالتی نیست که از سر ضرورت روایت یا سینماتوگرافیک باشه. عرض من این بله. اونجا در حقیقت حتی میتونه اون شخصیت فیلمساز هم نباشه، بنابراین اون خیلی مثلا موضوع بحث نیست به نظرم اونقدر که حضور داره، بیشتر بحث بر سر بخش اول بود. با این همه فیلمی هست که به هر حال به یک موضوع خیلی مهم میپردازه. آقای اسماعیل پور شما اهمیت فیلمو در چی میدونید؟ ببینید نباید فراموش کنیم که بالاخره ما در برابر یک مستند قرار داریم، شاهد یک مستند هستیم، و همیشه من اینجا تکرار کردم و بهش معتقدم که مستند
مهمترین اولویتش و ویژگیش باید اون سندیت و اون بخشی باشه که ثبت کنندگیش هست. من فکر می‌کنم این فیلم داره یه بخش مهمی اتفاق از اون تئاتر سنتی ایران و سیاه بازی رو ثبت می‌کنه از این تاریخو، و این سفر بالاخره سفر ویژه‌ای هست و اساتیدی توی این سفر هستن مثل آقای سعدی افشار، که درسته ما تصاویر و سندهای تصویری دیگری خوشبختانه از او داریم به لطف همین فیلم ساز و فیلم سازان دیگر، ولی بالاخره لطفی داره دیدنشون در این سفر و رفتارشون و روش کاریشون. من فکر می‌کنم این اهمیتش هست. و در ثانی من معتقدم به شکلی ظریف، گرچه گاهی کنترلش رو از دست میده فیلمساز در دوزه کردن یا تزریق اطلاعاتی که مد نظرش بوده در این فیلم، من فکر میکنم به شکل ظریفی هم به نقش زن توی سیاه بازی و حقوقی که داره توی این گروه کوچک و روابطی که بر اون مسلط هست پرداخته، گرچه میپذیرم که بعضی جاها شاید این دوزاج یا این تزریق، این اضافه کردن اطلاعات در کنار محور اصلی که اون گزارش سفر در اصل بوده خیلی با دقت انجام نشده. به نظر من این مسئله مطرحه. فیلم سازی نبوده، شاید فیلم ساز واقعا گزارش سفر نمیخواسته بسازه، شاید واقعا فیلم ساز قصهش گفتن قصه شادی بوده. اجازه بدید من عرض داشته باشم. شما گفتید از نظر من اهمیت این فیلم چی؟ به نظر من اهمیت این فیلم اینه، از نظر من به طور شخصی، این گزارش سفر بودنش و این سندیتش. ولی یادمون باشه که یه بچه در بچه تصمیه فیلم اشاره هم هست به خود شادی، غیر از اسم کاراکتر که یکی از کاراکترها هست، به خود اسم شادی هم هست که در فرانسه در اون تئاتر خورشید ما یک حال نمیدونم گرته برداری میشه بهش گفت یا نه، ولی اونجا میگفتن کارگران شادی و من شاید اون باشه، میدونید یک بازی دوگانه. فیلم کارگران شادی هست، البته این فیلم حالا میتونه اون مفهومم داشته باشه شادی، ولی در حال شادی نامه با این بازیگر هست. میتونم من یه مطلبی رو اضافه بکنم؟ بله. ضمن اینکه این مسئله شادی آور رو ما فراموش نکنیم، اینا تئاتر خودشون رو در ایران بستند، یعنی ما الان اون قسمتی که اینا باید برن نمایش بدن، تئاتر مربوط به اون قسمت رو، تئاتر نصر رو بستند و اینها در واقع همون کارگران شادی هستن که حالا کوله پشتی خودشون رو دارن حمل میکنن و میخوان این اثر همینطور جاودان بمونه و برن توی کشورهای دیگه عرضش کنن. البته این موضوع اشاره کردن به حضور زن در سیاه بازی، حالا بعدا میپردازیم به مسئله دیگه‌ای که از جمله اطلاعاتی که داده نشده در فیلم و ما نیاز داریم بدونیم. ولی قبلش خانم رزاقی، حضور زن در سیاه بازی از کی بوده؟ از کی اینها وارد عرصه نمایش سیاه بازی شدن؟ خیلی زمان طولانی نیست که اصلا ما ورود زنها رو به تئاتر داریم. یعنی اگر ما اولین تئاتری که در واقع ساخته میشه 1263 هجری شمسی بگیریمش، اصلا حتی زنها اجازه نداشتن که برن تئاتر ببینن، یعنی یه چیزی مختص خاص مردها بوده که حالا حتی بخوان نقش بازی کنن. ولی توی زمانهای مختلف، یعنی حدود 30 سال بعد، زنها اجازه پیدا میکنن که بیان روی صحنه، ولی زنهایی که مسلمان نیستن و زنهایی که ایرانی نیستند، یعنی ارمنیها، ترکیها و زنهای یهودی، اینها شروع به بازی میکنن و یه پروسه خیلی، یه تاریخ خیلی عظیم پشت سر این مسئله هست که معمولا هم توی تئاترها از زن پوش استفاده میشده، یعنی یک مرد جوان میومده اون لباس زن رو میپوشیده و در واقع میرفته جای اون زنها بازی میکرد. وقتی که اون بزرگتر میشده به جوان پوش رو میگرفته یا نقشهای دیگر رو. چیزی که باعث میشه در واقع پای زنها در به کار تئاتر باز بشه، در واقع وقتیه که آقای نصر میاد و یک کمدی در گراند هتل رو اجازش رو میگیره که اونجا در واقع این بازیگرهای زن وارد میشن، نه ایرانی ها. و بعد کمیته های مختلف در طول تاریخ بین زن ها به وجود میاد که جا و منزلت نقش زن توسط مرد ها روی صحنه عنوان میشه و متوجه میشن چقدر خوبه که زن ها بازی کنن، که بعد در کار مولیر در واقع زنی بازی میکنه و حدود 250 نفر بازیگر به اصطلاح تماشاچی مرد ما داشتیم که میتونسته بازی اون زن رو ببینه. ولی تمام این جریان ها خیلی
در واقع اسفبار جلو میره، چون خیلی از این زنها رو که در طول تاریخ اجرا داشتن همشون رو به قتل عام میرسونن و میکشن، جسداشون رو توی جوب پیدا میکنن و خیلی سیر طول میکشه تا اصلا بتونن اینا جایگاه خودشون رو ابتدا در تئاتر پیدا کنن و بعد جایگاه خودشون رو بتونن در کارهای سیاه‌بازی، اونم زمانی که به صورت جدی و تئاتری مطرح میشه، نه به شکل تخت حوزی و نمایش تقلید. و به همین روال هم خب حضورشون بیشتر و بیشتر میشه توی این نمایش ها توی این سال ها تا وقتی که کم کم به حاشیه کشیده میشه. خانم طلوعی، توی فیلم در حقیقت بخشی از اطلاعات داده میشه و تمرکز فیلمساز به هر حال روی مسائل زنان و روی مسائل داخل گروه ایران هست و یا اون اتفاقاتی که بین اعضای گروه میگذره تو اون قصه، ولی اطلاعات پیرامونی داده نمیشه، از جمله اینکه اینو کجا اومدن، اینا با کی کار میکنن، اون زن نقشش کیه. این اطلاعات رو شما یکم کمک میکنید به ما و بیشتر بدونید درباره این پاریس، اون سالن، اون آدم، که ببینیم اهمیت ماجرا در چی بوده. اتفاقا وقتی که داشتم الان فیلمو میدیدم فکر میکردم که حالا اگر که خود خانم خاکی پور الان اینجا تشریف داشتن میتونستن این سوالو جوابش خیلی راحت بگن، آیا این فیلم برای مخاطب ایرانی ساخته شده یا فقط برای مخاطب فرانسوی ساخته شده؟ یعنی آیا میشود خودشون اینو در نظر داشتن که این فیلم در یک برد بین المللی میتونه فهمیده بشه یا فقط برای مخاطب فرانسوی؟ برای اینکه هم در شرایطی که ما در ایران داریم تیک اول میبینیم، همچون که اون اولم عرض کردم، گزینش شده و چیدمان شده که یک تصویری ما داشته باشیم از وضعیت حقوق زن، هم وقتی که اینا به فرانسه میان ما اصلا نمیدونیم اینا کجا دارن میان، ولی مخاطب فرانسوی میدونه که اینا کجا دارن میان. ما نمیدونیم اون بانویی که با موی سفید میاد صحبت میکنه و کارگردان تئاتر نسبت بهش موزه گرفته، کارگردان ایرانی، و معتقد است که او داره توطئه میکنه و اون بحثایی که بینشون پیش میاد که خیلی جالبه، ما نمیدونیم اون آدم کی هست. ایشون خانم اقیان مشکین هستش که در واقع یکی از قبله ها یا قطب های تئاتر در جهانه. ایشون تئاتری رو در سال 1964 بنیان میذاره به اسم تئاتر دو سولی، یعنی تئاتر خورشید یا آفتاب، و از سال 1970 یعنی 49 ساله ایشون با گروهش میاد در جای مستقر میشه که قبلا در واقع اسلحه خانه بوده و در جنگل ونسن در جنوب شرقی پاریس اون جنگل هست، و ایشون میاد و گروه تئاترش اونجا مستقر میکنه و میاد تئاتر متعهد ایجاد میکنه در مقابله در واقع با تئاتر کلاسیک در فرانسه. ایشون شهرت جهانی داره، تئاترش طرفداران و مخالفانی داره، ولی واقعا به عنوان یک مرکزی که بازیگر تربیت میکنه، مرکزی که ایده تربیت میکنه، واقعا آرزوی خیلی هاست که پاشون رو فقط بذارن به اونجا. از جمله کسانی که اتفاقا ایشون خیلی با ایرانی ها و افغانستانی ها در سالهای اخیر کار کرده، آقای شاهرخ مشکین قلم و خانم دیگری به اسم شقایق بهشتی اگر اشتباه نکنم، این دو نفر از کسانی هستن که در این گروه سالها کار کردن، نقشای مهم می داشتن. ایشون پس ایران رو میخوام بگم میشناسه. اگر که خانم اقیان مشکین میاد روی یه گروهی دست میذاره و میگه بیا، احساس تعهد داره میکنه، میگه بیا زیر سقف من، چون که طبق فیلمی که قبلا خانم خاکی پور ساختن ایشون میبینه که این تئاتر اینها داره بسته میشه، جلوشون داره گرفته میشه و ازشون دعوت میکنه. ما وقتی داریم فیلمو تماشا میکنیم، اگر که در فرانسه نباشیم، از کجا میدونیم این بانو کی هست؟ این یه ابرزن تئاتر جهانی که فیلمساز هم دایه‌ای نداره که فیلمش رو برای مخاطب جهانی ساخته یا به خصوص برای مخاطب فارسی زبان. به هر حال اون زمانی که این فیلم ساخته میشه و حالا تیمی که این فیلم رو تولید میکرده برای یک نهاد فرانسوی یا یک حالا تلویزیون یا به هر یک مجموعه دیگه ای از اون سمت ساخته شده. خب آقای ساجو ببخشید، من حالا این سوالم داشتم، حتما شاید جوابش برای شما باشه. برای من این سوال پیش اومد که آیا افرادی که اونجا، یعنی من اینو تو فیلم نفهمیدم، خود اون گروه سیاه بازی که اومده، گروه تخت بازی که اومده، آیا میدونه پیش کی اومده؟
یا نمیدونه. اینم برای من، یعنی منظورم این نیست که چرا میدونه یا نمیدونه ها، برام این بود که این وچی که ما میدونیم الان کجا اومدیم یا فقط اومدن پاریس، یا اینکه آیا این بهشون گفت، مثلا اینا جزء ظرافتایی بود که آدم دوستش بیشتر بدونه، برای من سوال بود و مثلا من این جوابو نگرفتم. میتونه همین هم باشه، این سوال باشه، اما فیلمساز خیلی به روشنی اول ماجرا به نظر من تکلیفش رو روشن میکنه، میگه من میخواهم راجع به مسائل زنان فیلم بسازم و راجع به مشکلاتی که زنان دارن، حالا در مورد مثلا خروج از کشور، نیاز به نمیدونم اجازه همسر، مشکلاتی که با همسرانشون دارن در کار بیرون، مشکلاتی که با محل کارشون یا تیمی که باش کار میکنن دارن، مثل مشکلاتی که این زنها دارن، و به خصوص اون سکانس قایق سواری در حقیقت که گفتگوی بین زنها شکل میگیره، اینها به خوبی میبینیم که باز دوباره تاکید داره میکنه فیلمساز بر این که من مسئله زنان هست الان اینجا. ولی در نریشن ابتدای فیلم اینو نمیگن، از انتقال این گروهی که قبلا در موردشون فیلمی ساخته شده دارن صحبت. دقیقاً آره، اونجا در واقع داره یک گذشته، یک سابقه میده از اون چه که رخ داده تا الان، و توی فیلم حالا به درست یا به غلط یا به هر شکلی فیلمساز انتخابش این بوده که اونها مسائل دیگری هست برای من و مسئله من مسئله زنان هست. بذار در مورد تدوین فیلم هم صحبت کنیم. فیلم به خصوص توی نیمه دومش تدوین خیلی روانی داره و خیلی کارآمد هست. آقای اسماعیل پور شما صحبت میکنید. من فکر میکنم اتفاقاً که یکی از نقاط مثبت فیلم تدوین و همینطور فیلمبرداریشه. یعنی نباید فراموش کنیم که تدوین کارآمده، تدوین موثره و خیلی بهره برده از تصویربرداری درست. من میخوام اشاره کنم، به نظر من تصویربردار فیلم، مشخصا تصویربرداری بخش فرانسوی کار، کار و زحمت کسیه که من فکر میکنم خیلی خوب مستند رو میشناسه و اصلا فیلمبردار فیلم مستند باید باشه همچین کسی، چون خیلی خوب دنبال میکنه سوژه رو، تو میزانسن ها خیلی فعاله، کمک میکنه به فیلم سازش برای اینکه میزانسن رو خلق کنه یا تغییر بده یک موقعیت رو به موقعیت دیگه توی فیلم مستند. اینا خیلی کارهای مهم و ظریفیه که هر فیلم برداری از اختش بر نمیاد. یک اشاره کوتاهی هم میخوام خیلی کوتاه در چند جمله به این مسئله بکنم. من خیلی موافقم که باید مدرن بود، بعد نقاد بود و دقیق گذشته و حال رو بررسی کرد، ولی با بعضی از پدیده ها که ذاتاً سنتی هن و شاید موزه‌ای هن و بعد روی تاخچه گذاشت ازشون لذت برد، نگاه امروزی به یک گذشته‌ای که این ارزش های امروز توش وجود نداشته شاید خیلی دقیق نباشه. منظور من پدیده هایی مثل برده‌داری و پدیده هایی نیست که مضرن به حال بشر، منظورم پدیده هایی هن مثلا مثل سیاه‌بازی یا هنرهای دیگه. امروز یکی از بحث‌های جدی که پیرامون سیاه‌بازی مطرح شده مسئله نجات پرستیه در غرب، سیاه بودن و اینکه آیا سیاه حق داره صورتش رو سیاه کنه یا نکنه. بحث حاشیه است، بحث حاشیه و خیلی مهمی، ولی من فکر می‌کنم که آقای بیضایی هم چیزی نوشتن و پاسخ این ماجرا رو دادن. فکر می‌کنم که برای بهتر و بیشتر دونستن باید اون متن رو خون، چون آقای بیضایی بالاخره صاحب و صاحب نظرن تو این زمینه، ولی یادمون باشه با پدیده‌های خیلی قدیمی و سنتی همیشه نمیشه مدرن برخورد کرد، مخصوصا پدیده‌هایی که به قول شما مبتلا به امروز ما نیستن، موضوع‌های مربوط و قابل ارائه امروز ما نیستن صرفا. و شاید هم همین منظر بحثی است که بین اون گروه فیلمساز یا به خصوص کارگردان ایرانی و اون کارگردان فرانسوی وجود داره، شاید ریشش به همین ماجرا برسه. اشاره کردید به کار فیلمبردار، من میتونم به حالا یه نمونه خیلی خوب اشاره کنم. توی همین فیلم اون سکانسی که فیلمبردار و تیم یا اون گروه تئاتری بحثشون شده و خانم مشکین داره از کادر خارج میشه، با اینا صحبت میکنه و از کادر خارج میشه، فیلمبردار مونده روی گروه فیلمبرداری و اون کادر رو ترک کرده، توی یک لحظه ای سعدی افشار هم بلند میشه و از کادر خارج میشه، میره به یک سمت دیگه ای و فیلمبردار این بار با سعدی افشار حرکت میکنه، باش خارج میشه و از کادر میره بیرون، و چقدر کمک میکنه به فیلمساز و به تدوینگر برای اینکه بتونن از یک سکانس، از یک موقعیت خودشون رو خارج کنن و وارد موقعیت بعدی یا صحنه بعدی بشن. این واقعا یک ارزش هست، یک دانسته یا یک تجربه گران قیمت هست که
یک فیلم بردار میتونه داشته باشه و کمک کنه به صحنه که تو اون لحظه مطمئنا امکان کارگردانی ها خیلی سخت به وجود می اومده، یا اینکه همه چیز چقدر درست همزمان و مناسب اتفاق بیفته قابل پیش بینی نبوده. فقط من یک جمله درباره این اشاره دقیق شما عرض کنم، اینکه چیزی که میگفتم همین بود دقیقاً، یعنی اینکه دوربین فعال و دنبال کننده اکت و حرکت و عمل تو صحنه است. این چیزی که تو سینمای مستند خیلی مهمه، یعنی باید دوربین حساس باشه به عملی که اتفاق میفته، نه صرفا موقعیتی که توش قرار گرفته. من فکر کنم به خاطر همین مسئله است که اون سکانس اینقدر دلپذیر و چشمگیر به نظر میاد و تاثیرگذار. خانم طولیش، اتفاقا اون موقعی که این برنامه نمایش داده میشد شما توی سالن بودید، راجع به اون صحبت کن. بله دقیقا همون نمایش که داره اجرا میشه، ما هم جزو همراهان هم جزو تماشاچیان بودیم و خیلی جالبه تعداد کمی ایرانی در سالن بود و همه مخاطبین پروپاگاندا تئاتر آریان مشکین بودن و شیفته این نمایش تخت حوزی شده بودن و با لحظه لحظه ارتباط گرفته بودن. یعنی اینقدر فیلم به اون واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد واقعا وفاداره، چون تمام اون هیجانات و اینا منتقل میشد و مردم ایستادن به احترام اینا وقتی تموم شد آخرش و تشویق میکردن. یعنی مخاطب خارجی به خوبی ارتباط برقرار بله به شدت با این بله. کار و به هر حال ارزش و اهمیت بله. این کارم به نوعی نشون میده به هر حال. خب بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه این هفته. فرصت بیشتری برای صحبت نیست. رشته کلام آثار نظر رو به بینندگان میسپاریم. از طریق همین راهایی که اینجا داره زیرنویس میشه با ما در تماس باشید و برام بنویسید که شما درباره این فیلم چی فکر میکنید. آیا تجربه برخوردهای تبعیض‌آمیز به خاطر نوع جنسیت رو در زندگیتون خودتون هم داشتید؟ با ما از طریق اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شبکه‌های مجازی از طریق همین آدرس‌ها در تماس باشید و جزئیات بیشتر درباره فیلم، فیلمسازان و همینطور مهمانان برنامه رو از طریق وبسایت BBC فارسی صفحه آپارات دنبال کنید. تا هفته دیگه و یه فیلم دیگه، به اتفاق مهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنون از حضور شما. خیلی خوبه.